ما امروز دور هم جمع شدیم که صحبت کنیم راجع به تمایل نوجوانان در مورد ماده گل. خیلی خفم بود دفعه اولش. دنیا بر وقف مورد است. هرچی درد و غم و خصه و ناراحتی و اینا هست خدافز. بعدن اومدن وقتی که این ماریجوانا داشت وارد میشد اسمش رو خوشگل کردن، کردن گل. تلویزیون خودمون ما خود سانسوری کرد. گل چیزیه که برای من جذابه. من هنوزم مصرف دارم، مصرف هم داشتم، احتمالا هم مصرف خواهم داشت. توی استادیوم خیلی راحت کل فضا پر دود شده بود، سیگار و گل و همیشه. من خودم فکر میکنم که مصرف مواد در کودکان و نوجوانان علامت و نشانه ای از مسائل دیگه است. بوده که اعصابم همیشه خورد بوده. این تناقض ها مثلا این دعواهایی که داشت تو خونه ما بود خیلی 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 در دسترس هم است. اون جایی متوجه شدم که دیگه نمیخوام بکشم، که فهمیدم آره شادیش علکیه. اما بازم میگم شاید بهتر باشه که علف از باقی دراک ها جدا بشه. من تجربیاتی داشتم توی چند تا مرکز آموزشی که به اصطلاح با هدف مثلا پیشگیری از اعتیاد، ولی خب من یه خورده عامترش کردم به عنوان پیشگیری از رفتارهای پرخطر. با نوجوانا صحبت کردم، بعد با معلما صحبت کردم، با پدر و مادرشون صحبت کردم. واقعیتش اینه که نوجوانا از همه اون دوتا گروه دیگه، یعنی معلمین و والدینشون، خیلی روشن بینانه تر نسبت به مسئله برخورد کردن و آگاهانه تر نسبت به مسئله برخورد کردن. اگر جایی، حالا ما اسمش اگه میخوایم بگیم لغزش یا اشتباهی مثلا رخ داده، بیشتر اون اشتباه متوجه من پدر و مادر یا من به اصطلاح معلم یا متولی تعلیم و تربیت بوده که نتونستم مشکل اون به اصطلاح کودک یا نوجوان رو به موقع تشخیص بدم و هدایتش بکنم به سمت درست. و اون برای اینکه اون مسئله رو حل بکنه، حالا چه برای اجتماعی شدن باشه، چه مسئله روانی زمینه‌ای داشته باشه، چه عرض حضور شما دردی داشته باشه که مثلا میخواد ماده مخدر تسکینش بده، به سراغ مصرف مواد رفته. بنابراین و بعد تو اون جلسه، حالا من فکر میکنم که جالب بود، بخوایم خود برگردیم به صحبتایی که بچه‌ها میکردن، توی ادبیات جامعه شناسی اون مثلا وقتی که به جرائم و ناهنجاری‌ها میپردازن، خب میان مثلا به صورت کلاسیک میان میگن که علل و عوامل ارتکاب ناهنجاری چیه. خب این رو کلاسیک و علیه چیزایی میان در مورد صحبت. ولی مکتب‌های متأخرتر دارن میان میگن که سوال این نیستش که چرا باید رفتار ناهنجار یا جرم مرتکب نشویم، سوال اینه که چرا نباید مرتکب بشیم. یعنی اینکه سوالی که بچه‌ها اونجا می‌پرسن، چرا نباید ماریجوانا مصرف کنیم، چرا نباید حشیش یا حالا گل، چرا نباید مصرف بکنیم، این چرا رو از کی باید بپرسن؟ خب نه، حالا من تو اون جلسه‌ای که بودم و حالا بالاخره من فکر می‌کنم که می‌تونیم از لابلای صحبت بچه‌هام در بیاریم اگر باشون گفتگو می‌کردیم و می‌گفتن که خب به خودمون مربوطه. یعنی خب من تصمیم گرفتم که این رو امتحان بکنم، پای و لذتش هم دارم می‌برم و پای به اصطلاح چیزش هم وایسادم دیگه، تبعات و عوارضش هم وایسادم. چیزی که به ذهنم میرسید و به اونا میگفتم اینه که خیلی خب، شما الان سواری ماشینی و کنترلش تا یه جایی دستتونه، ولی از یه جای دیگه کنترلش از دستتون خارج خواهد شد طبیعتاً به خاطر همون عوارض جسمی، روانی، اجتماعی که براشون توضیح میدادم. و این حق شماست که بدونید آخر این مسیری که دارید میرید چه خواهد بود. خیلی خب، اونو بدونید، آگاه باشین که شما سواری ماشین شدین که دیگه نمیتونین کنترلش بکنین، چه خطراتی هست، تهش هم چیه، بعد اگر خواستی خب ادامه بده، ولی با چشم باز و آگاهانه بود. ولی این روشنبینی در مثلا پدر و مادرای ما نیست. مثلا زنگ میزنن یا حالا معرفی میکنن یا شکل دیگه بالاخره به واسطه شغل من، که من گشتم توی جیب بچه‌ام یه چیزی پیدا کردم، چیزی که فکر میکنم مثلا ممکنه که گل باشه. و از دیشب که مثلا اینو پیدا کردم که تو خونه حبسش کردم و نذاشتم بره بیرون و فلان. نه، یا اینکه به من گفتن که مثلا بچه‌م تو فلان پارک میره با مثلا فلان آدما، احتمال میدم که اینا دارن گل مصرف. مسئله اینه که اولین
توصیه که میشه به اون پدر یا مادر کرد، میگه خیلی خوب دستپاتو گم نکنن، اتفاق نیفتاده. و مطمئنن برخورد نامتناسب و نامناسب تو با این وضعیت کار رو بدتر خواهد کرد. خیلی خوب، الان با یه مسئله روبروی، اول مسئله رو برای خودت بشکاف، بنویسش رو کاغذ، تبیینش بکن که اون مسئله چیه و بعد به دنبال راه حلش برو. و این با ترسوندن اتفاق نمیفته. یعنی نه اون بچه کودک نوجوان، نه فرزند ما با ترسوندن و بیم دادن و مبالغ آمیز برخورد کردن با مسئله انتخاب درست خواهد داشت، و نه من پدر و مادر یا آموزگار و حالا متولی آموزش و پرورش و اینها، اگر قرار باشه که با یک ذهنیت خیلی هراس‌انگیزی نسبت به این مسئله که وای از دست رفت این بچه فلان شد، آی احمان شد. بچه ها اشاره میکردن، میگفتن بعضیشون حتی تجربه مصرف سیگار هم نداشتن، که مثلا همزمان با سیگار داشتن گل هم مصرف میکردن. این یک اشتباهی میتونم بگم الان در ذهن ما هست به واسطه تحقیقاتی که در یک جوامع محدود عمدتا غربی شده، که سیگار رو به طور خاص و بعد مثلا حشیش رو به عنوان ماده دروازه‌ای میشناسن. این تئوری گیت‌وی تئوری ازش نام میبرن و میگن که خب هر کسی که مثلا سیگار بکشه حتما معتاد میشه، احتمال زیاد معتاد میشه. کسی هم که شروع بکنه به حشیش کشیدن قطعا میره سراغ تریاک و نمیدونم هروئین و اینا. ولی تحقیقات نشون میده که اینجوری نیست لزومن. یعنی اینکه اگر قراره که، چرا تو کدوم جوامع این اتفاق میفته؟ تو جوامعی که همون سیگار کشیدن هم به شدت ناهنجار محسوب میشه و برچسب برش زده میشه. یعنی اینکه کسی که حاضر اینقدر ریسک بکنه که بره سیگار بکشه، در اون جامعه رفتار پر ریسک محسوب میشه، احتمالاً اون ریسک رو هم میپذیره که سراغ حشیش بره. و در همون جامعه که مصرف حشیش خیلی پر ریسک هست، احتمالی اینکه بره سراغ به اصطلاح مواد خطرناکتر هم وجود داره. یعنی اینکه پس اون پرریسک گذار اون موزیسین راک در گروه نیروانا بوده که از این ماده استفاده میکرده. فرم دیگه ماریجوانا هیز یا مه هستش که بهترین فرم محسوب میشه و گویا بیشتر در اطراف ورامین کاشته میشه. البته تو ایران به اون بی بی سیاه هم میگن، چون دونه هاش از همه نوهای دیگه سیاه تره. کسایی رو گفتم میشناسم که گل میفروشن، حتی دوستان خودم سنشون هم خیلی کمه، برای گل میفروشن. ازشون هم پرسیدم که چرا گل، برید کار کنید. جوابشون این بود که وقتی این گل رو میفروشیم مزهش زیر زبونت میشینه. یعنی انقدر بهشون مزه داده دیگه فروختن گل که دیگه یه چیز عادی شده براشون و هیچ ترسی هم دیگه ندارن. حتی چند بارم گیر افتادن ولی بازم این کار رو میکنن، چون اون مزدش میاد زیر زبون هم میشه. چیزی که تو فضایی که من بودم کشیدم خیلی رو اعصابم بود، نگاه آدم ها به هم بود. یعنی آدم ها به عنوان یک آدم مفلوک معتاد ضعیف بدبخت بهت نگاه میکنن و هیچی نمیفهمن ازت و نمیدونم اصلا چرا رفتی دنبال این داستان، در حالی که اونی که مهمه اصلا دنبال این نبودن که من چرا رفتم دنبال این داستان، و فقط دنبال این بودن که بگن که مقصر توی، و اصلا همین که تقصیر میدونستن هم رو اعصابم بود، این که میگفتن بعد این کارو اینا رو اعصابم بود. من یه دوره کوتاهی هم کست میکردم، یعنی میفوخم حدود یه ماه دو ماه. پولش واقعا خیلی میچسبه، ولی اون وجدان دردی که بعد از اینکه گلو میفروشی میگیری اون هم خیلی درد داره. چون یه گل اعتیادی ندیدم، حتی خیلی برای خودم اعتیادی نداشته هیچ وقت. صرف هم برای یه موقعی بودی که لذت میخواستم، لذتی بیشتر از لذتی که توی کارهای روزمره میبرم. شاید بگن اعتیاد، مثلا خب اعتیاد به کتاب هم وجود داره، اعتیاد به گیم هم وجود داره، اعتیاد به چون دارم حتی بازی کردن با همین کلاف، اعتیاد به همه اینا وجود داره. مخدر حداقل گل چیزیه که شاید کمتر بهش ضرر بزنه. We'll be right back.
قبل از اینکه حالا بحث دیگه ای رو پیش ببریم، اینکه به یک سری از عوامل بلند مدت مصرف گل اشاره کنم. این دیگه توی تکست‌های علمی هست، نمیتونیم بگیم که وجود نداره، مثل مصرف مداومش به از دست دادن حافظه منجر میشه، تمرکز رو کم میکنه، اختلال یادگیری ایجاد میکنه. بچه ها اشاره کردن به اختلال خواب، نوسانات خلقی ایجاد میکنه که میتونه به نوسانات اخلاقی منجر بشه، عصبانیت و پرخاشگری غیر قابل کنترل رو گاهی داره، اختلالات جنسی و کاهش میل جنسی رو میتونه داشته باشه، میتونه مشکلات باروری ایجاد کنه، از نظر اجتماعی میتونه به از دست دادن شغل و امکانات مالی و اجتماعی منجر بشه. کنترل هیجانات رو تا یه حدودی بهش اشاره کردین که از دست میدیم، تمرکز کاهش پیدا میکنه، اختلالات شخصیتی ایجاد میکنه. ما نمیتونیم به سوء مصرفی، به مصرف ماده‌ای که میتونه این عوارض رو داشته باشه، ما بگیم خب خیلی نیست. اما آنچه که بچه‌ها بهش اشاره کردن و من دلم می‌خواد توجه دوستان به این جلب بکنم که به کنجکاوی اشاره کردن، که ما کنجکاو بودیم. دوستانی داشتیم که سوء مصرف داشتن، گل مصرف می‌کردن و به ما گفتن بیا تجربه کن. این که اشاره کردین به این که در دسترس بود، هر جا تو پارک میرین، توی مدرسه، خب اشاره کردین به این که نشاط و شادی کمه و این می‌تونه جای اون رو بگیره و اون خندیدن و لذت بردنه، به کمبود و نبود لذت. استنباط من این بود که تمایل شما داشتن اوقات فراغت خوبه که مطابق میل خودتون باشه، تفریحه. حالا بعضیاتون اشاره کردین به ورزش. بنابراین من دلم میخواد الان ما راجع به این صحبت بکنیم که چه بازدارنده هایی میتونه وجود داشته باشه. بچه ها به این دلایل که شرایط سنشون و کنجکاوی بودن با دوستانشون، نیاز به اون نشاط اجتماعی، اینا دلایلی هست که میتونه وجود داشته باشه. من دلم میخواد ببریم به این سمت که چی کار میشه کرد که این جاها چگونه میتونه پر بشه. آیا فکر میکنین که این اتفاقا اگه بیفته تمایل جوونا به سمت مصرف کاهش پیدا میکنه؟ آقای راستش که در واقع خب همین علف هم حالا پیشت مثل بعضی دیگه مثل همین اسید یا LSD خب یکی از کارکرداش به این صورته که سنسورهای حسی رو قوی میکنه یا چند بر مثلا این چیز میشه. خب برای همین هم در واقع میشه گفتش که خب علف بیشتر این هستش که یک چیز اونو مصرف کنن که خب از اون چیزی که لذت میخوام ببرم بیشتر لذت ببرم. و خب حالا اون قسمت زیادی از ضررهاش که البته خب اینها این که گفتیم مثلا حافظه رو یا تمرکز پایین میره، بیشتر وقتی هستش که توی اون وقت تأثیرش هستش، یعنی بعد از رفع اون دوباره چیز میشه. اما بزرگترین مشکلش اینه که شاید بعد از یک مدت مصرف یا تجربه یا خب حالا مثلا موزیک یا حتی دویدن اینطور چیز داشت با اون، اگه بدون اون باشی کم دیگه لذتی نداره. این هستش، یعنی تجربه مصرف. بله، از این نظر میگم که این نظر که بگیم که خب تفریحات دیگه باشه طرف این نرن، خب آره وقتی که تفریحاتی نباشه این فقط باشه خب طرفی میره، اما به این معنی نیستش که خود اون تفریحات اگه باشه این کلا نخواهد بود، چون اتفاقا میگن با هم دیگه میتونن که خب یک بسته وسوسه انگیزتر باشن دیگه. یکی این، اما یکی دیگه در کل در مورد این رویکرد ما هستش. رویکرد ما حالا رویکرد اجتماعی رو دارم میگم، این که ما فکر میکنیم که باید بریم به سمت اینکه صفر کردن چیزای منفی، در صورتی که اتفاقا این هستش که در نگه داشتنش در یک درصد که چون عملا ممکن نیست شما صفر کنید. عملا هم دیدیم که خب مثلا پلیس ایران یک زمانی میخواست همه جرما رو تو خیابون مثلا به یک مبادا بپرسید و
اتفاقا خب جرمای بزرگتر اتفاق می افتادش و به این صورت. پس در یک حدی باید باشه. مثلا در مورد سیگار که گفتن آقای دکترم به همین صورت. الان خب این روندی که چیز کرده، مثلا روند حالا بگم بیشتر غربیش اینجوری هست که علف رو بخوان تبلیغ کنن که سیگار رو بخوان برداشته بشه. یعنی به هر حال یعنی هی رو سیگار چیز میذارن، قوانین رو بازدارنده میذارن و از اون بازدارنده رو از سن قانونی برای استفاده از ماریجوانا در استان آنتاریو 19 سال هستش. شما ماریجوانا رو میتونید در اماکن عمومی استفاده بکنید، ولی یادتون باشه در جاهایی مثل مدارس، دانشگاه یا جاهایی که فضایی هستش که بچه‌ها بازی میکنن استفاده از ماریجوانا قدغن هستش. ببینید ما اگر قبل کنیم 10-11 تا نوجوانی که الان دور هم نشسته بودن به عنوان یک بخش از جامعه رو دارن نمایندگی میکنن، میشه قائل شد به این قضیه دیگه، چون از طیف‌های مختلف بودن، از ظاهرا مناطق مختلف شهری بودن. یه حرفاشون رو مرور کنیم. من فکر کنم اینو باید تو از خانم ارشد باید درست توضیح بدن که گروه های مرجع این دوستان بچه ها خیلی تغییر کرد دیگه. من پدر مادر گروه مرجعش نیستیم، معلمش هم نیست، رسانه های سنتی هم نیستن. من با حرف شما آقای دکتر موافقم که جهل ترس میاره، ولی ما باید از چیزی بترسیم که بهش میگیم توهم دانایی. توهم دانایی به نظر من ترسش بیشتر از جهل. این بچه ها واقعیت همینه که در زیست بوم دوم واقعا به نسبت نسل ما خیلی جلو، به نسبت نسل ما تو زیست بوم دوم بیشتر تجربه زیست دارن. میدونید از یه سنی میر وارد زیست بوم دوم میشن که من تو اون سن تو کوچه داشتم مثلا فوتبال بازی میکردم. شما به تو اینترنت الان سرچ کنید، بیشترین توضیح، بیشترین رفرنس، بیشترین اطلاعات رو کی داده؟ پلیس. آیا واقعا این جرم با نگاه جرم انگارانه به این موضوع مسئله حل میشه؟ نمیشه. ما آقای دکتر توی کیسایی که با هم بررسی میکردیم مگه مخترع نداشتیم؟ مخترع داشتیم که معتاد بود. من یه سوال بچه ها هر کی دوست داشت این سوال منو جواب بده که آیا تجربه نواختن موسیقی داره؟ آیا سراغ موسیقی رفته؟ بعد میگم چرا این سوالو پرسیدم. آقای یوسفین، در مورد حرف شما خواستم بگم که گفتید مثلا بلیت رایگان بدیم برای کنسرت، تئاتر، مثلا سینما. به نظر من با پخش کردن بلیت رفتن به جای تفریح فکر نکنم کل مسئله پاک بشه. بعدش هم در مورد حرف شما که آهنگسازی، یه صحبت مهمی که اصلا فکر کنم اشاره نشد بین بحث شما این بود که بحث تبلیغات گل بود. یعنی توی جامعه مثبت ترین حد ممکن نسبت به گل تبلیغ میشه، از اسطوره های موسیقیایی جوونا بگیرید تا فیلم های سینمایی، همشون دارن تبلیغ مثبت از گل میکنن. یعنی هیچ چیز منفی توش نداره که جوون بخواد بگه اگه من برم سمت این تاثیر منفی رو از فلان کس یا فلان فیلم فهمیدم که این تأثیر رو من داره. بعد یه چیز دیگه، شما بحث پلیس رو گفتید. پلیس مثلا اگه نمیتونه توزیع مواد رو کنترل کنه، از دستش در میره، چرا توی دکه ها و چرا مغازه مشخصی داریم برای فروختن ابزار مختلف گل؟ مثلا از وسیله مصرفش گرفته تا پیپر و نمیدونم فلان و فلانش. نوجوانا آهنگای رپ گوش میدن تا اینکه بشینن شجریان گوش بدن. من خودم شخصا اصلا دوست ندارم، یعنی حاضرم رپ رو ترجیح میدم تا به شجریان. و اینه که روی رفتار و چیزایی که گوش میدن روی رفتار و ذهنیتشون تاثیر شدید میذاره. که خب حالا یه نفر نشسته راجبه مواد مخدر داره برای تو میخونه، خب من خیلی کنجکاو میشم برای من خب مواد مخدر چیه که این نشسته راجبش داره میخونه. اومدم که برم یه جهنم ضربش رو زد به من، چیزی نمونده ازم بزا هرچی که دلم میخواد بگم، جهنم میریزه تو تنم. من حرفی که دارم اینه که اصلا چرا باید ارزش گذاری کنیم؟ یعنی چرا باید دیم که اصلا مخدر بده؟ شما بیان بگید آقا مخدر این ضرر رو داره،
این شاید خوبی ها رو داشته باشه، انتخاب کن که این راهو بری یا نه. انتخاب منه، به من مربوطه، نه به جامعه، نه به دوستان، نه به هیچ کس دیگه. من خودم یه شخصم، قدرت انتخاب دارم، قدرت تصمیم گیری دارم. حالا شاید یه سری به قول دوستان جو باشه و تبلیغات باشه، ولی تهش اونی که انتخاب میکنه تصمیم گیری منم، نه دور و بریام. خب این ارزش گذاری اشتباه به نظر من که این میگیم که آقا مخدر بده نباید برای انسان بیاد، چه میدونم مشروب بده. اون خواننده‌ای که میخونه یه سری ما چیز داره مثل فرهنگ هیپ هاپ و کالچر، یعنی یه سری چیزا عضوی از اونه. مثلا چه میدونم رپر اسنوپ داگ میاد تو کنسرتش میکشه و بقیه هم با هم میکشن و این اصلا اشکال نداره، تپشه نیست، چون این کار یه چیزی که عادیه، یعنی چیز عجیبی نیست که با چشم اینجوری نگاهش میکنیم، چون ما توی داریم تو فرهنگ ایران زندگی میکنیم و همه جا رو با فرهنگ خودمون مقایسه میکنیم. این اشتباهه، یه جاهای این اشکال نداره و آزاد میشه. چون من مثل کانادا، کانادا روز اولی که آزاد شد صفحه که برای ماریجوانا تشکیل دادن شاید کیلومترها بود، اما الان حداقل خیلی کمتر شده، چون اینا که نه خیلی چیز جذابی هم نیست اونقدر که میگفتن. چرا اصلا اثبات شده که گل بده براتون؟ و حتی این ضررهایی که گل بده، اصلا گیریم حافظم کم شه. من چند سال میخوام زندگی کنم که حافظم رو نگه دارم؟ من چند سال میخوام زندگی کنم که حافظم رو نگه دارم و از این لذت خودم رو به خاطر نگه داشتن حافظه محروم کنم؟ ما بعدگار فعالیت‌های جمعی میکنیم، میشینیم فیلم میبینیم، بازی میکنیم، مافیا بازی میکنیم، بحث میکنیم، فکر میکنیم، موسیقی گوش میدیم و حتی این فرهنگی که از تو دلش میاد بیرون، این محصولات فرهنگی که ازش تولید میشه مثل موسیقی های سایکدلیک یا مثلا موسیقی های هیپ هاپ و اینا، یا مثلا حتی یه اسطوره مثل پینک فلوید، حتی پینک فلوید هم میاد مثلا آهنگایی که میسازه مثلا رو همون حالت چت بودن میاد موسیقی میسازه. من 24-5 ساله حداقلش به صورت رسمی و حرفه‌ای دارم تو هنر کار میکنم. عرض میکنم اینی که شما میگید که پینک فلوید این کارو میکنه، نمیدونم مایکل جکسون اون کارو میکنه، فلان این کارو میکنه، شما همینتون بخش دوم مسئله رو میبینید. اونی که مواد کشیده نرفته الفبای هنر رو با مواد یاد بگیره، الفبای هنر رو یاد گرفته. ما یه بحثی داریم توی بحث گرایش به مواد، سختی کاره. واقعا اینه که شما از کارگردان همین مجموعه بپرسید کارت چقدر سخته، میگه وحشتناکه، استرس داره. اگه امروز ضبط برنامه داره شب قبلش نمیتونه بخوابه، راحت نمیتونه بخوابه. بعضی ها طاقت میارن، بعضی ها برای فرار از این فشارها میان سراغ مواد، نه اینکه مواد بهشون کمک میکنه، نه اینکه مواد بهشون تعالی میده. اونی که میگه که اصلا من به شما همین اینجا جلوی این جمع سفارش میدم، شما امروز زحمت بکشید برید گل مصرف کنید، فردا یه قطعه موسیقی برای من بسازید بیایید، من دو برابر قیمت از شما میخرم. فقط خواهش هم نیکه که بچه ها رو شاهد میذاریم بعد از مصرف گل بیایید این موسیقی رو بسازید. اگر فکر میکنید مواد مخدر باعث میشه پینک فلوید بشه، پینک فلوید بعضی وقتا مواد به بعضی از مشاغل اتچ میشه. شما اگر مواد بزنی میشی راننده پایه یک؟ نمیشی. ولی اونی که راننده پایه یکه، وقتی کارش سخته برای فرار از سختی کار، گاهن بعضیا میان مواد، اونم همشون نه، اونم مواد میزنه خستگیش در میکنه بعد دوباره راه میفته. این که بگیم همه راننده های پایه یک باید مواد بزنن کاملا تفکر غلطیه. در مورد بحث تبلیغات هم من واردش نمیشم، چون حق با بچه هاست. واقعیت اینه که به شدت ما تبلیغ داریم چون نقیزش رو نداریم. ما نیومدیم بسته های رسانه‌ای درست کنیم به بچه‌ها بگیم ماده چیه، که اگر اون مادری که عجیب بچه‌اش ماده درورد زنگ نزنه با آقای دکتر شفیعی بگه من یه ماده درآوردم نمیدونم چیه. حداقل اون مادر بدونیم ماده چیه، بچه‌ام بدونه چیه. بله بدن ما حریم شخصی ماست 100%، ولی اینو یادمون نره، ما با از حریم شخصی خودمون نمیتونیم خارج بشیم وارد حریم شخصی دیگران بشیم. شما میتونید مثلا هلند اینجوریه، شما مواد مخدر تو مراکز خاص میتونید مصرف کنی، پاتو بذاری بیرون بازداشت میشی، ولی داخل اونجا میتونید مصرف کنی. اصلا یه دوستی داشتم توی مغازه زده بود که کشیدن سیگار آزاد است به حد مرگ به شرطی خارج از مغازه.
یک نکته که خیلی روش یعنی بارز گفتن و کاملا هم درست بود این که اولا هیچ کدوم از این حالا چه در مورد سندروم بخواد بگیم استفاده جمعیت گسترده باشه یا همه اینا ما مهمترین عنصر را در نظر نگرفتیم. این اصلا حرفی نزدیم در موردش، اما مسئله حالا دقیقا اقتصاد و طبقات هستش. مثلا حالا در ورزشگاه رو خانم هم بازشه وقتی پولی نداشته باشین که بیان اونجا خب چه فرقی میکنه؟ یا حالا حتی برعکس هم نگاه کنید، تو کشوری که نه کشور، برای مردمی که نمیتونن مثلا سفر برن یا انواع تفریحات رو داشته باشن، شاید اتفاقا مواد مخدر خیلی عقلانی باشه مثلا، چون اونا از همه اونا بی نیاز میکنن. و بالعکسش تمام این چیزایی که میگین آسیباش اتفاقا فقط مال همون مردمه، چون حالا آدم پولدار راحت میره بعدش هر چند وقت خواستش معتاد باشه بعد بره تو کلینیکا ترک کنه. و این این عنصری بودش که باید روش یعنی حتما توی این صحبت ها عنصر اقتصادی و از اون مهمتر این که حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، نه در سطح فردی، در سطح اجتماعی باید بگیم که تمام این مشکلات تقصیر دولت هست. دولت به معنی نه فقط هیئت دولت، قوه قضاییه و مجلس هم هستن. بله اتفاقا همین حرفی که زدن در مورد دیکتاتوری خانواده روی بچه ها، چرا دولت بود اتفاقا شرایطی فراهم بکنه که بچه 16 ساله یا 18 ساله بتونن برن خونه اجاره بکنن یا خونه هایی ساخته بشه که اینقدر پدر و مادر روشون چیز نداشته باشن. حالا چرا دولت این کار نمی کنه؟ چون خیلی از بار خودش می نظر دوش اونا، یعنی در واقع مثل تحصیل رایگان، اما خب باید پدر مادرها باشن دنبال کلاس ها بگردن پولش رو بدن و باقی چیزا، یعنی در واقع یه بدبستانی هستش یا رشوه ای هستش که مردم به دولت میدن، دولت هم به مردم، یعنی پدر مادرها اون بار رو میکشن که بتونن هر چی میخوان، یعنی در واقع بچه هاشون رو برده